با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، عسل پهلوان هستم و دقایق را با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار. بینندگان عزیز، برنامه رو آغاز می‌کنم با مجله فردوسی امروز. فردوسی امروز که به شماره 678 خودش رسیده، در رو جلد مجله همونطور که مشاهده می‌کنید تختی و عکس دیگری از رویا حشمتی که 74 ضربه شلاق خورد، که در همین زمینه آقای حسین لاجوردی مقاله‌ای دارن، مطلبی نوشتن که جا دیدیم در این مجله بگنجونیم و که بسیار هم خواندنی است. بر مجله فردوسی امروز به شماره 678 بزرگان مطبوعات ایران و عزیزانی که لطف میکنند با ما همکاری و همیاری میکنند در مجله فردوسی امروز، مجموعه ایست از مطالب آقای عباس پهلوان، آقای علیرضا نوریزاده، آقای هادی خورسندی، آقای میبودی، خانم دکتر مرجان نقوی، خانم هنگامه افشار، آقای داریوش باقری، آقای یاسر فلاح احمدی، در این هفته آقای مسعود نقره‌کار و همینطور آقای پرویز ناظریان، آقای اردوان مفید. مطالبی است که همینطور مطالب زندانیان را از یاد نبریم و اعتصابات و چهره‌های آشنا، مجموعی است از فردوسی امروز این هفته ما که امیدوارم که مورد قبول شما عزیزان قرار بگیرد. میتونید به من @firdousi_emrooz@gmail.com ایمیل بزنید یا asalpahlawan@gmail.com و مجله رو داشته باشید. مجله ایست بسیار خواندنی، واقعا همه عزیزان زحمت میکشند برای مجله و امیدوارم که شما هم در این راه ما رو یاری برسونید و اگر دوست دارید مجله رو از طریق سایت داشته باشید میتونید به من ایمیل بزنید، با مبلغ بسیار کمی میتونید مشترک اینترنتی ما بشید و یا حتی میتونید مجله رو داشته باشید با تخفیف ویژه‌ای که میتونید از دیدن این برنامه داشته باشید. همینطور ویژه نوروزی ما در راه، اگر دوست دارید که ویژه نوروزی رو داشته باشید میتونید به من ایمیل بزنید که در واقع دو برابر اون چیزیست که هفتگی ما هستش. اگر ما رو در این راه یاری برسونید بسیار سپاسگزار هستم. فردوسی امروزی که داره به 15 سالگی خودش هم یواش یواش نزدیک میشه. بینندگان عزیز، برنامه رو آغاز میکنم با صدا و تصویری از عزیزی که در شهریور ماه 1401 در جریان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی به دست دشخیمان رژیم جمهوری اسلامی با هدف گلوله جان باخت و نام او عرفان خزائی است. یادی بکنیم از کشته شدگان راه آزادی ایران، عزیزانی که جان خودشون رو از دست دادن، دشخیمانی که با شلیک گلوله‌ای بر سینه و سر جوانان جانشون رو گرفتن. یادشون رو بسیار گرامی می‌دارم. بینندگان عزیز، جمهوری اسلامی از آغاز کشتن، اعدام، شکنجه رو از همون زمانی که آمد در سال 1157 جز اعدام و شکنجه چیز دیگری نداشت. دزدی هایی که کرده، دزدی هایی که واقعا میدونید در همین چای دپش و دیگر چیزها رو ما دیدیم، شنیدیم، عددهای نجومی که اینها دزدی کردند. یکی از اون دزدی هایی که الان تازه حالا میگن که پرونده سرقت رو باز کردند، یکی از اونها
همونطور که مشاهده میکنید فرش های کاخ سعدآباده. پرونده سرقت فرش های کاخ سعدآباد به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. نکته مهم اینجاست که این چطور میره به دادگاه ویژه روحانیت کاخ سعدآباده و مزنون اول اینها روحانیت و کاخ که فرشاش حالا مونده. و این مسئله است که خیلی دوست داشتم بهش اشاره بکنم و میبینیم که در یک مملکتی یک کاخی رو شاه فقید و خانوادهش فرشا رو گذاشتن، همه چی رو گذاشتن رفتن. اینا میان دزدی میکنه، سرقتی که میبره به دادگاه روحانیت. دقت داشته باشید، نه دادگاه معمولی نمیبره. یعنی پس چی؟ اینا همه خودشونن دزدی، همین روحانی ها و همین آخوند پاخوند ها هستن. در صورت اینها دزدن، قاتلن، جانی هستند، نه به جمهوری اسلامی. در همین هفته یک استاد دانشگاه به نام آبتین گلکار، مترجم و استادیار دانشگاه تربیت مدرس، در اعتراض به برخورد با دانشجویان و دانشگاهی ها بعد از 15 سال سابقه خداحافظی کرد و استعفا داد. جامعه‌ای که براتون باید بگم که این روزها در آموزش و پرورش این استادا باید استعفا بدن که جاش کیا میان؟ جاش اینا میان، همینایی که میبینید. دبیر ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش گفته که 17 هزار طلبه در آموزش و پرورش دارن فعالیت میکنن. استادای دانشگاه رو در طی این سالهای اخیر دیدید که استعفا دادن، اخراج کردن، استادا رو اخراج کردن، اومدن چیکار کردن؟ به جاش کیا رو گفتن؟ 17 هزار کم نیستا، 17 هزار طلبه رو جای این استادا گذاشتن. برای همین استاد استعفا میده. بی احترامی به مقام معلم، مقام استاد دانشگاه است. اون وقت معلمین باید امروز دست به اعتراض بزنن که حقوقشون رو نمیدن، استخدامشون نکنن. اعتراض معلمین رو با هم نگاه کنیم. بله، دیدید که معلمین امروز دست به اعتراض میزنن. آخوندا هم معلمن هم سربازن. این دفعه حالا این سربازشو میگیم آقا بری نگاه کنی. آماده این لشکر دوه زمان، آماده این، آماده این، آماده این، آماده این. تو رو خدا شما برید غزه، شما اصلا برید غزه، نکنه جا بمونینا، از غزه جا نمونینا، برید غزه با اون عمامه هایی که تو سرتونه. هم آموزش پرورش رو گرفتید، هم ارتش رو گرفتید. یاد حرف رضا فاضلی میفتم، روح شاد یادش رو گرامی میدارم. کسانی که حرف منو میشنوید، یا حالا یا یه روزی که من تو این دنیا نیستم، نسل آخوند رو از روی زمین بردارید، کاری کنید آخوند جرأت نشون دادن خودشو نداشته باشه و الا نسلتون از بین میبرید. بله، آقای رضا فاضلی که این شانس آشنایی و دوستیشون رو سالیان سال داشتیم و واقعا چه حرفایی زد. میبینید که آخوندها، آخوند جماعت
وقیحه. البته میدونید این روزا خیلی همه خودشون به خودشون هم افتادن دیگه، یعنی همه 100 تا جناح تو ایران هست، علم که به انتخابات داره نزدیک میشه و انتخابات مجلس اسفنده دیگه، دهم اسفنده، یعنی یک ماه خورده بیشتر اینا وقت ندارن دیگه، دارن خودشون رو هلاک میکنن. از اون ور یه سریشون این صحبت‌های غلامعلی رجایی مشاور ارشد هاشم رفسنجانی بود. حالا ببینید اون داره میاد میگه که داریم تموم میشیم. بابا تموم شدید، نگاه کنید سیستمیست که شما درست کردید که اینقدر فساد زاست، همه جای دنیا دل فساد هست، برکرار میکنن، اعدام میکنن، تو کل شمیل جای دیگه، اما این شکل با این وضعیت که مردم اصلا باورش روزه بختاوره، یه قضایی که در تو با چای پیش آمد بختاوره، یا مثلا در تو برنج گفته میشه، برنج رو دست کشاورز ما مونده، من دوست دارم 4 هکتار تو بهشهر شما کاشته، به من میگو 7 تن از مارسال مونده، بعد نگاه کردیم شالیاش هم داره میرسه، و شما مثلا اوقات مثلا برنج وارد میکنید، هیچ نظامی بدون پشتوانه مردم نمیتونه پیش بره، ما داریم مردمون رو به سرعت از دست میدیم. بله. دیدید که معاون رفسنجانی و حالا دیگه میگم همشون همه یک کربوسن البته، ولی خب بین خودشون هم حالا دارن میجنگن و ایراد نداره، باید دید که امروزه دیگه کسی نمیره رای بده، اینا همه یا مظلوم نمایی یا اینکه بخوان بگن ما با اینا فرق داریم. بابا اصلاح طلبا، اصولگراها، تموم شد دیگه، تموم شد ماجراتون دیگه، کسی گول شما رو نمیخوره. حالا از یه ور دیگه صدا سیما میاد، یک نمایشی دارن انجام میدن، همین گویندهی که الان میبینید، نگاه کنید تصویر این رو، تغییر پوشش در برنامه صدا سیما با نزدیک شدن به انتخابات، با این چادر و مقنعه و اینا رسیده به کد دامن و یک روسری قرمز و که حرف بزنه. حالا ویدیوشو نگاه کنید، یه تیکه این ویدیو رو براتون میگذارم، ویدیوشو نگاه کنید. جالب اینجاست که همین گویندهی که الان میبینید پشتش، البته نگاه کنید که مال سپاه نگاه کنید دقیقه تا بعد توضیح بدم. و من دلم میخواد که اینجا بیستم، تمام قد تعظیم بکنم از مردان و زنان نازنین با غیرت، از اونهایی که مدافع مرز کشور ما هستن. حالا سوال من اینه، این با این ریخت و قیافه که از اون چادر و مقنعه اومده، این جریمه چقدره؟ این جریمه نداره با اون روسری قرمز؟ تازه این در این همین برنامه که حالا نشون ندادم و نمیخوامم نشون بدم، میاد در مورد کی حرف میزنن؟ در مورد شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنن، میگن که هر کسی بغل عکس میخواد از اینا بگیره، نمیدونم 4000 تا 400 تا 400، در مورد این که عکس گرفتن با شاهزاده باید پول بدی. والا ما تا به امروز با یاسمین بانو یاسمین پهلوی هم عکس بگیری باید پول بدی، ولی ما تا حالا پول ندادیم. ما تا حالا، من نمیگم فان ریزینگ نمیکنه، باید بکنه، چون مثل شماها دزدی نکرده، مثل شماها نرفته تو فرش کاخ سعدآباد بدوزه، نرفته سر مردمو کلا بذاره پول مردمو بگیره، باید یه فان ریزینگ را بندازه تا بتونه یه پولی جور کنه که بتونه فعالیت بکنه، چون کاری نمیتونه انجام بده. حالا شما اومدی توی همچین برنامه‌ای که عکس سپاه پاسداران هم پشتته، حتی عکس رضا شاهزاده رضا پهلوی رو میذاره پشتش، نشون میده و رأی من کو، پشتش نوشته رأی من کو، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو میذاره و میگه که در این رضا پهلوی و یاسمین پهلوی برای هر عکسشون پول میگیرن. بر آدم دروغگو لعنت، اصلا شما اطلاع ندارید. والا اگر این فکر بدی نیست البته، از این به بعد چرا که نه، شاهزاده هر عکسی که میخواد بگیره، میدونید هر عکسی که بخواد بگیره چقدر در پول جمع میکنه؟ انقدر در این مورد اینا فروتنن، عکس گرفتن، شما هر جایی که شاهزاده رو ببینین، هر جایی که بانو یاسمین پهلوی برید بخواین از باش عکس بگیرید، انقدر با فروتنی با خنده با شما عکس میگیره که نه برای منی که مطبوعاتیم و تلویزیونیم و نه، با همه همین جور رفتار میکنه. حالا
بعد نیست البته عکس شاهزاده هم گذاشتید تلویزیون دیگه، صدا و سیما، با این ریخت و شمایل سپاه پاسداران رو میذارید و بعدم از او انتقاد میکنید که اشکالی هم نداره. این زمان زمان رای گیریشونه. حالا علم الهدا خودشو داره میکشه، میگه که اگر کسی هم رای نده، نگاه کنید ببینید چی میگه، بذار خودش بگه. رهبری فرمودن تکلیف شرعی شرکت در انتخاباته. معناش چیه؟ معناش اینه که اگر کسی در انتخابات شرکت نکرد، واجب رو ترک کرده، تکلیف شرعی رو ترک کرده. اونهایی کم که بازنشر کننده مزخرفات و خرافات دشمن در فضای مجازی هستند، بدانن اینها جزء سپاه امریکا هستند. بله، دیدید که علم الهدا در مورد انتخاب، اینا خیلی براشون انتخابات مهمه. امروزه دیگه میدونن که نه نسل جوان، نه هیچ نسلی اینها رو دیگه قبول نداره. حتی خودشون هم میان تو تلویزیون میگن، ببین چی میگن. هر دولتی اومد که گفت من در ساختار فعلی میتونم مشکل شما رو حل کنم، با پشت دست بزنید تو دهنش، داره دروغ میگه. دیگه انقدر داستان شروع شده که توی تلویزیونشون میان میگن بزن با پشت دست بزنید تو دهنشون، چون اینها درست بهشون نیستن. اینها حکومتی هستند که ستون و پایه هاشون بر مبنای خون مردم ایران هستش. اعدام، شکنجه، فقر، تورم و بدبختی است. امروز پای صحبت مادری میشینیم که اگر کسی بره رای بده، خیانتی است به مردم، به خانواده های دادخواه. امروز این مادر میاد، مادر امید رضایی از کشته شدگان آبان 1398، ببینید او چه میگوید. اجمان محمد رضا محسن ابراهیم پویا بچه های دیگه، من هیچ موقع رای نمیدم. من تا مادر جگرمون سوخته، بیام مادره رو ببره، مادره رو بکشن. از بچه هامون اضافه نیستم، ما زندگی میکنیم، من جگرمون خونه، بیام مادره رو ببره. و میدونید که در ایران همونطور که گفتم امروز مسئله حجاب، مسئله خیلی حالا یه دشون میگن حجاب، باید حجاب بذارید، نباید حجاب بذارید، نمیدونید حتی زنای بی حجاب هم رای باید میتونن بدن، همین مسائل هستش. ولی واقعیت امروز اینه که در ایران در همین روزها حکمهای اعدام چند جوان ایرانی صادر شده. باید صدای اونها باشیم. امروز زندانیان سیاسی، مدنی، اجتماعی ما شرایط بسیار سختی دارند. امروز عزیزان ما در زندان. من یک ویدیویی رو دیدم از آتنا دائمی، از مال صدای آمریکا بود، بسیار قصه خوردم. آتنا دائمی یک مبارز، یک وطن پرست، یک بانویی است که ما باید قدر اینهایی که امروز آزاد شدن رو بدونیم. آتنا دائمی خیلی سختی کشیده. آتنا دائمی بانوی مبارزی است که برنامه‌های وقتی که دیدم خیلی کم بود برای آتنا، خیلی کم بود. آتنا دائمی رو من سالیان سال دارم ازش صحبت می‌کنم. او بانویی است که پشت میله‌های زندان دست به تحسن زد، برای بچه‌های آبان، کشته شدگان آبان در خود زندان اعتراض کرد، با اعتصاب قضا، نه برای خودش اعتصاب قضا کرد. این رو بارها من گفتم، آتنا دائمی برای زندانیان دیگر دست به اعتصاب قضا زد. آتنا دائمی بانویی است که ما باید قدر اون رو بدونیم. درود من بهش به هر کجا که هست. امیدوارم یک روزی پیداش کنم و بگم که چقدر به وجودش افتخار میکنیم. صدای زندانیان بود، صدای مردمی بود که محروم بودند، صدای نه به اعدام بود، نه به شکنجه و شلاق بود. آتنا دائمی
بانویست که امروز آزاده و در کانادا به سر میبره. باید از او تجلیل کرد، باید قدر او رو دانست. بینندگان عزیز، با یک ویدیویی که دوست داشتم در این قسمت ببینیم، بگذارید آخرین ویدیوی من در این برنامه باشه. با هم نگاه کنید و بعد توضیح میدم. چالشی پخش شده که دختر پسرا خوشگل مشکل میان میگن سلام من دبی زندگی میکنم، میگه سلام من شیراز زندگی میکنم، سلام من اصفهان، سلام من ایران زندگی میکنم، اینجا کشوریه که هیچ کس هوای همدیگر رو نداره، سلام ایران زندگی میکنم، جایی که بزرگترین و بیشترین اختلاسهای دنیا اتفاق میفته، سلام من ایران زندگی میکنم، جایی که همه همدیگر رو قضاوت میکنیم، سلام من ایران زندگی میکنم، همه دوست داریم همدیگر رو ریشه بزنیم، سلام من ایران زندگی میکنم، متاسفانه ایکای زندگی نمیکردم. این هم بعض بچه هامونه، برای یه لباس آرزوشون یه لباس کهنه است. حالا ببین نوبدی چی کار میکنه، اینقدر آدم باشیم شاید خوشمون اومد از آدمیتمون، یه روز آدم باشیم شاید از آدمی. گروه سلامت و سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد بهداشتی و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوی رحمت گفته که 350 در همون منطقه 350 تا کودک کار رو شناسایی کرده. وای بر ما، اینجا ایران است. تا برنامه دیگر، ساعت دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. با تشکر از آقای امیر شورتی عزیز در اتاق فرمان. یادتون باشه قدر همدیگرم بدونید. خدا نگهدار. برای